اول تسالونیکیان فصل دوم. خود شما ای برادران می دانید که آمدن ما نزد شما بی نتیجه نبود. برعکس پس از آن همه بدرفتاری و تهمتی که در شهر فیلیپی دیدیم چنان که اطلاع دارید و با وجود مخالفت های شدید با کمک خدا دل و جرأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم. البته اصرار ما به این که به انجیل ایمان بیاورید بر پایه خیارات باطل و یا اغراض ناپاک نبود و ما کوشش نمی کردیم کسی را فریب دهیم. اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت، ما سخن می گوییم. منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما می خواهیم خدای را خوشنود کنیم که دلهای ما را پیوسته می آزماید. شما خوب می دانید که ما هرگز چاپلوسی نکردیم و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت شخصی نبود. خدا شاهد ماست و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم خواه شما و خواه دیگران نبودیم. اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حق به گردن شما داشتیم، ولی از حق خود استفاده نکردیم، بلکه برعکس ما مانند مادر که فرزندان خود را پرورش می دهد با شما با ملایمت رفتار کردیم و با احساسات و علاقه که نسبت به شما داشتیم حاضر بودیم نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید. ای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار می کردیم و زحمت می کشیدیم و شب روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما بر هیچ کس بار نشویم. هم شما شاهد هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک و درست و بی‌عیب بود. شما خوب می دانید که رفتار ما با فرد شما درست مانند رفتار یک پدر با فرزندان خود بود. ما شما را نصیحت می کردیم، دلداری می دادیم و معذف می ساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیده خدا باشد، آن خدایی که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت می کند. پیوسته خدا را برای این نیز شکر می کنم که وقت پیام خدا را از ما شنیدید، آن را به عنوان پیام از جانب بشر نپذیرفتید، بلکه آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم است و اکنون در میان شما ایمانداران عمل می کند. ای برادران، شما درست به همان راه می روید که کلیساهای یهودیه در پیوستگی با مسیح عیسی خداوند رفتند، زیرا شما از هموطنان خود همان زحماتی را دیده اید که آنان از یهودیان دیدند، یهودیانی که هم عیسی خداوند و هم پیغمبران را کشتند و ما را بیرون راندند. آنها خدا را خوشنود نمی سازند و با همه مردم دشمنی می کنند. آنها حتی می کوشند که ما را از گفتگوی با مردم غیر یهود منع کنند، در صورتی که نتیجه این گفتگو نجات غیر یهودیان می باشد. آنها دائما پیمانه گناهان خود را پر می سازند، ولی غضب خدا آخر آنان را گرفتار کرده است. اما ای برادران، چون برای مدت کوتاه، البته جسمن نه قلبن، از شما دور بودیم، اکنون با علاقه بیشتری شوق دیدن شما را داریم. آری، می خواستیم پیش شما بیاییم و من پولس یکی دو بار خواستم بیایم، اما شیطان ما را نمی گذاشت. برای ما چه امیدی یا شادمانی یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد مگر شما نیستید؟ البته مایه افتخار و شادمانی ما شما هستید.